مجددا خوش آمدین. ادامه برنامه سریوا هست. در حال حاضر همچنان از جمله نخبگان کنکور از سال 1401 مهمان ما هستند و میخواییم صحبت داشته باشیم در ارتباط به عوامل موفقیت در این امتحان بزرگ که بدون شک یک زحمت و تلاش و بسیار وسیع و قدرتمند میخواید تا که در این عرصه و در این پروسه بتوانند موفق بشند، که الحمدلله ما شاهد موفق شدن جوانان زیادی بودیم که امروز همچنان یکی از دوستان مهمان ما هستند. سلام، خیلی خوش آمدین به برنامه. سلام خدمت شما و تمام بینندگان عزیز. بنده احمد راتب منیب هستم، فارغ التحصیل از مکتب آینده سازان. بسیار تشکر از حضور شما جناب آقای منیب عزیز. در ابتدا تبریک عرض میکنم برای شما موفقیت بزرگ. تشکر. سلامت باشین. قبل از اینکه بپردازیم به مباحث برنامه، در ارتباط به این بگین که در کدام رشته کامیاب شدین و با اخص چند نمره؟ با اخص 329.9 نمره در رشته طب معالجوی الحمدلله که کامیاب شد. بسیار عالی، انشاءالله که موفق باشین. و اینکه آیا رشته دلخواه شما بود طب معالجوی؟ بله 100%، الحمدلله که به انتخاب خود کامیاب شدم و خیلی خوشحالم از این. بسیار عالی. پس نتیجه زحمت ها و تلاش های شبانه روزی خود را دیدین و رسیدین وانچه که میخواستین؟ الحمدلله خداوند شکر میکنم که من به توفیق داد تا ای که تلاش کنم در این راستا و همچنین به نتیجه دلخواه خود برسم. بله دقیقا. جناب آقای منیب عزیز، آیا انتخاب اول شما بود طب معالجوی یا خیر انتخاب های دیگری هم در کنار ازی داشته؟ بله انتخاب اول طب معالجوی بود که الحمدلله کامیاب شدم و در کنار از انتخاب های دیگری هم داشتم که اگر نمره ایم کمتر می شد به انتخاب ها که از جمله از اونها کامپیوتر ساینس، اقتصاد هم از اون انتخاب ها بود، اما اونها انتخاب های بعدی می بود و الحمدلله که انتخاب بله ولی بزرگترین هدف شما طب معالجوی بود که رسیدید. بدون شک وقتی که ما یک هدف در ذهن خود ترسیم میکنیم و پلان‌ریزی و برنامه‌ریزی میکنیم، هیچ غیر ممکنه وجود نداره، چون ما تلاش کردیم، زحمت کشیدیم، مطمئنیم که به اون چیزی که ما میخواییم به زود دسترسی پیدا میکنیم و میرسیم. 100%. میخواییم در ارتباط به عوامل موفقیت خود در امتحان بزرگ و امتحان عمومی بریم، ما بگین چی باعث شد که در راستای هدفی که داشتین به زود برسیم؟ عوامل موفقیت که زیادن، اول از همه تلاش و پشتکار شخصی خود بنده بود. بله. دوم خدمتی که پدر و مادر ما کردن و یکی مر در این راستا حمایت های زیاده کردن، هم از دعاها و دیگه حمایت هایی که پدر ما مخصوصا انجام دادن و همچنین استادان عزیزی که داشتیم. میتونم از استاد زمینی جا تشکری ویژه بکنم که اونها به من بر علاوه که یک استاد درسی بودن، در کنار از یک مشاور و یک دوست گرامی بودن که طبق مشوره های از اونا بود که الحمدلله به این نتیجه رسیدم. دقیقا. و به این نتیجه میرسه که زمان انسان میتونه به اون راستای هدف خود برسه که بر علاوه که تلاش و زحمت میکشه یک راهنمای خوبی داشته باشه. حالا اینکه ما تلاش میکنیم، زحمت میکشیم، ولی ندانیم در چه راستا چگونه این تلاش و زحمت خود رو به خرج بدیم، هیچگاه موفق نمیشیم. پس نقش راهنما و نقش یک استاد خیلی برازنده در این قسمت، درسته؟ 100%. یک استاد و یک راهنما میتونه یک شاگرد را کلا متحول کنه. یک شاگردی که تلاش میکنه ولی یک راهنما نداشته باشه، او به یک موفقیت چندانی نمیرسه. بله دقیقاً. پس شما هم این تجربه کردین و به این نتیجه رسیدین که اگر یک راهنمای خوب و یک مشاور خوب، یک استاد خوب و یک دوست خوب در کنار شما نمی بود، شما امکان داره همون تلاش که میکردین نسبتاً در راستای هدف شما نمی بود. بله همینطور. دقیقاً. جناب آقای منیب عزیز، آیا دوستان شما هم که در کنار شما بودن با آنچه که میخواستن، هدف داشتن، آن چیزی که در ذهن خود ترسیم کرده بودن، رسیدن یا خیر؟ الحمدلله طبق خبری که من از اونا دارم، الحمدلله همه به انتخابای اول یا دوم خود کامیاب شدن و من خیلی خوشحالم که اونا هم همین تلاش بکردن و به این جایگاه برسیدن. بله. چه احساس داشتین زمانی که نتایج اعلام شد و بالاخره شما
نتیجه خود اردیدین، چون که یک امتحان خیلی مشکل و دشوار پشت سر گذاشتنده بودین، بالاخره مو استرس ها و دغدغه های فکری برای هر شخص مطمئن هستم که به وجود آمده. خود شما چگونه بودین؟ اما روز شنبه اعلام شد نتایج ساعت 12 بود تا 12:30 تا به نتیجه دیدم، یک روز بسیار پر استرسی بود. بله. از مخصوصا از ساعت های 11:30 به بعد دیگه هیچ کار کرده نمیتونستم، فقط منتظر بودیم تا نتایج بیایه و کلن در استرس بودیم. دقیقاً کار خواست انجام داده بودیم. بله، و حتی امکان داره از آغاز همون روز فقط به این فکر از... میکردیم که کی همون ساعت پاره میشه. از آغاز به اون فکر میکردیم، باز دیگه از اون ساعت های هرچی که نزدیکتر میشد باز دغدغه ها بیشتر میشد، همون استرس بیشتر میشد. باز خصوصاً همون لحظات چون سایت هم شلوغه و کمی مشکل تر میشه، باز دغدغه بیشتر میکنه. بسیار زیاد شده. بله، و بعد از اینکه اعلان شد چگونه بود؟ بعد از اینکه اعلان شد بسیار خوشحال شدم و همچنین خداوند زیاد شکر کردم. از ما در اینکه اعلان شد برادر ما کنار می بودم و با اون بر در آغوش گرفتم و تبریکی گفتم و شروع شد زنگ زدن ها و از همه جا می پرسیدم و تبریکی می گفتم. بله، پس استقبال گرم شد از شما نظر به تلاش و زحمتی که کشیده بودین. و چقدر احساس خوشحالی به انسان دست میده وقتی افتخاری باشه برای جامعه خود، افتخاری باشه برای خانواده خود. واقعا خود انسان همون لحظه احساس خیلی خوبی داره. بله، به جای اینکه یک بال باشیم برای جامعه، یک بار باشیم برای جامعه، اینکه بیایم بال باشیم چقدر میتونه مسرت و خوشحالی رو به بار بیاره. و اینکه جناب آقای منیب عزیز، آیا تشویق و رهنمایی خانواده، بالاخره انگیزه دادن خانواده هم از جمله عوامل موفقیت شما در راستا بود یا خیر؟ 100%. اولین یکی از عوامل موفقیت ما، یکی از مهمترین عوامل، حمایت و تشویق و انگیزه دادن خانواده ما بود. در هر جایی که بودم اونا نمیگذاشتن که مثلا مصروف کاردگی به شما میگفتن، اما بهتر به تو فعلا اینه که درس خوب بخونی. با علاوه ای که کمی کنکور به تاخیر افتاده بود و بعضی بچه ها بیانگیزه شده بودن، اما خانواده می گفتن همون مشغول درس خوب باش، انشالله که کنکور می گیرن و هی به ما انگیزه می دادن که از کنکور دلتر نشو. بله، چند سال آمادگی گرفتین برای کنکور؟ برای کنکور در حدوداً 2 سال چیزی آمادگی گرفتیم، ولی در این اواخر دیگه اما آمادگی ما بسیار شدیدتر شد، چون که در آخر به لیلیه رفتم و اونجاگا همون تلاش و کوشش ما چند برابر شد نسبت به گذشته. دقیقا. آیا روز به روز با سپری شدن روزها، ماها و سالها انگیزه شما نسبت به امتحان کنکور بیشتر میشد یا کمتر؟ چون بعضی از دوستا وقتی یک کار را آغاز میکنن در ابتدا خیلی شروع اشتیاق و علاقه دارن، ولی یک مدتی که سپری میشه دیگه دلزد میشن از این کار، دیگه سراغ هم کار نمیرن اصلا. از من الحمدلله روز به روز زیادتر میشد، همونطور که قبلا هم ذکر کردم، استاد و مربی که و راهنمایی که میدیشتم هر روز به روز به ما انگیزه میدادن و همون اونها بودن که باعث شدن که انگیزه ما این روز به روز زیاد شه و ما تلاش رو بیشتر کنه و الحمدلله که به موفقیت رسید. و فکر میکنین دلیل ای که دوستایی که در آغاز با شور و شیاقن ولی در وسط کار دلزد میشن چی باشه؟ شاید عوامل زیاد ممکن دیشتا باشه. یکی که شاید در اول بسیار بسیار خوب فشار بیارن و این باعث شده که اونا در وسط یا اواخر کار دلزد بشن. دوم میشه ای که یک رهنمای ندیشتا باشن یا ای که یک دوست ندیشتا باشن که اونا رو تشویق کنه. اینا عوامل متعدد داره که یک انسان میتونه در نیمه راه یک کار از او دل سرد شه و انگیزی از او از بین بره. دقیقاً. و نکته اخیر که شما اشاره کردین، شاید دوستانی نداشته باشن که اونا رو در همون مسیر سوق بده. زمان ما میتونیم که در یک مکان و یک جا خوب بدرخشن که اطرافیان ما اشخاصی باشن که به خاطر رشد ما، به خاطر موفق بودن ما خوشحال بشن و ما رو کمک بکنن، نه اینکه دوست نداشته باشن از اونا پیشی بگیریم و یا هم در مسیرهای خوب و مثبت قدم برداریم. یک دوست خوب بتونه یک انسان به موفقیت بسیار زیاد برسه. بله. و همچنین یک دوست بد هم میتونه انسان به تباهی های بسیار زیاد برسه. دقیقاً، که ما شاهد ازی بودیم در جامعه خود و تونسته که تأثیرات خیلی زیادی داشته باشه. پس چقدر خوبه همنشینان ما، دوستان ما، اشخاصی باشن که
از جنس طلا باشن، از جنس محبت و دوستی باشن و غمخوار باشن برای دوست خود. هم این که انسان یک دوست خوبی داشته باشه بسیار مهمه، و همچنین یک نکته مهم اینه که خود انسان هم یک دوست خوبه باید به دیگرها باشه. بله دقیقا، نه تنها توقع داشته باشه که دیگرها با او خوب باشن، خوب باشن، بلکه خود آدم هم باید رابطه متقابل باشه و هر دو طرف به خاطر خوبی یک دیگر تلاش بکنن، زحمت بکشن. جناب آقای منیب عزیز، در آینده چه برنامه دارین، چه پلان دارین؟ در برنامه انشالله که می قصدارم که رشته طب مالجری بخیر شروع کنم و بخیر به نمرات بالا انشالله بلکه بخیر خلاص شه، و در بعد از او هم گرفتن تخصص و فوق تخصص آرزو دارم که ببرم انشالله. حتما مطمئن هستم وقتی یک شخص از ابتدا تلاش و زحمت از او باشه و بیانگیزه جریان داشته باشه، دوستان مشاورین خوب داشته باشه، همین رو بول تا آینده و تا رسیدن به مقصود و هدف نهایی همچنان ادامه داره، چون که فرد بدون داشتن این موارد نمیتونه که این مسیر را طی بکنه و این پروسه بالاخره به اتمام برسه. 100% دقیقاً. و آرزوی موفقیت دارم برای شما جناب آقای منیب عزیز، امیدوار هستم که در تمام عرصه‌های زندگی خوب بدرخشین، موفق باشین و افتخاری باشین برای خود و جامعه خود. تشکر. اگر کدام حرف و صحبتی باقی مانده باشه، پیام داشته باشین در خدمت. تنها پیامی که دارم به تمام شاگردانی که بعد از نتیجه کنکور به نتیجه دلخواه خونه رسیدن، پیام اینه که کنکور تنها راه نیه، یعنی وقتی که کنکور امتحان خراب شد یعنی زندگی به پایان نمیرسه، میتونین دوباره تلاش کنین، کوشش کنین و برای سال بعدی آمادگی بگیرین و انشاءالله که به نتیجه دلخواه خود خوب میرسه. سپاسگزاری میکنم از حضور شما جناب آقای احمد راتب منیب، از جمله نخبگان کنکور از سال 1401، از اینکه مهمان برنامه عصر حریوا بودید. تشکر، زنده باشید. سلامت باشید. سپاسگزاری میکنم از همه شما همراهان عزیزی که با ما همراه بودین. ادامه برنامه بعد از یک میان برنامه بیننده باشید.